تون خوش. درود بر شما جناب مهری گرامی، امیدوارم خسته نباشین. درود بفرستم خدمت شما، هموطنان گرامی، همزبانان و دوستان رادیو. خیلی ممنونم آقای مشیری. برای اطلاعتون عرض کنم که چون قبلا بارها پرسیدید، ما در محل جدید کارمون رو از چند روز پیش آغاز کردیم. بله. خدای را سپاس، همه چیز تر و تمیز و نونوار است و دستگاه ها جدید است و بر روی همه چیز خوشبختانه بر وفق مراد است، جز یک چیز که می دانید چیست. عرض کنم از صافی صدای شما پیداست که تشکیلات بایستی که خیلی خوب باشد از نظر در واقع صدا، و اما اون یک چیز که فرمودید رو من متوجه نشدم، اون چه چیزی میتواند باشه؟ منظورم اون به حال خونی است که در رگهای رادیو باید بیشتر بدود. آه بله بله. بله بله. شنوندگان ما باید یاری بدهند آقای مشیری. بله. ایام سخت را گذراندیم و زنده ای. ما بله بله. به سخت جامعه بله. خود این گمان نبود. 8 ماه 7 ماه طول کشید دوران به حال اقامت در یک جای تنگ غیر حرفه‌ای، و از اونجا با تمام توان دوستان توانستیم تا اونجا که ممکنه یک کار حرفه‌ای ارائه بدیم. مثل همیشه آقای مهری، مطلبی دیگری هم که هست در این همین دورانی که شما بهش اشاره می‌فرمایید که مصادف بود است با آت اخیر ایران، بله، بیشتر صداها تا اونجایی که بنده می‌دانم قطع بوده، اما صدای رادیو صدای ایران همواره شفاف به گوش هموطنان رسیده و برنامه‌های بسیار مفید و اطلاعات فوق‌العاده مفید. من در ارتباط هستم با هموطنان داخل. همین امروز باور بفرمایید، امروز تصمیم گرفتم به تلفن هموطنان جواب بدم. از ساعت 3 برنامه بنده تمام شد تا حدود 1 ساعت پیش روی تلفن بودم از استانقات گیتی که گوش میکنم به صدای رادیو صدای ایران، به ویژه برنامه های شما آقای مهری. خیلی ممنون آقای مشیری، محبت دارید. بیشتر پرسش ها درباره چی بود آقای مشیری؟ یعنی انواع اقسام پرسش ها بود، از سبت که در باب موضوع رهبری در جامعه ایرانی بود. عرض می کنم که یک سوالاتی در باب شاهنامه بود، چون این مطلبی بنده عرض کرده بودم در ارتباط با این شاهنامه تصحیح جناب خالقی. اینا سوالات، خیلی سوال در این ارتباط آمد. یک بحثی هم بنده کرده بودم در ارتباط با مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی و مطالب خیلی دیگر، سوالات قدیم و جدید در باب تاریخ اسلام. بله. این است که مشغول بودیم به جواب دادن به این سوال ها. البته من این سابقه این کار رو باش آشنا هستم، چون اون زمانی که تشمیع آوردیم به رادیو و برنامه از ساعت 10:30 تا 12 اجرا می شد اگر اشتباه نکنم، بعدش تلفن ها رو باز می کردیم تا ساعت 1 و 2، بنده البته می شستم گوش می کردم، شما با شنونده ها صحبت می کردیم. بله بله بله. اینیست که علاقمندان فراوان بودن به تاریخ به خصوص. بله بله. آقای مشیری، تاریخ عجب نشئه‌ای داره. من این کتاب شاه اسماعیل رو که قبلا خدمتتون عرض کردم، مال آقای منوچهر پارسا دوست، بله، حدود 1000 صفحه است. واقعا هر روز اصلا زمین نمیذارم. باید جالب باشه آقای مدیر. بله، انشالله تشوردین اینجا خدمتتون تقدیم میکنم. شما کتاب مفصل رمان گونه است یا اینکه تاریخ مستند و جا به جا مرتب عین نامه‌های متبادله بین
سران ایران و عثمانی، ایران و مصر، همه جای دنیا، ایران و شارل پنجم پادشاه اسپانیا و مجارستان و و و نمیدونم، نامه های شاه اسماعیل به کشورهای اروپایی برای اتحاد با اونها علیه عثمانی، خیلی همه اینها عین آقای مشیری، بیشتر نامه هایی که از عثمانی میاد فارسیه. بله بله، تمام نامه ها فارسی بوده قربان. در واقع نوشته های رسمی دیوانی در روزگار شاه اسماعیل در ترکیه فارسی بوده و همونطور که فرمودید متن نامه ها هست. به چه فصاحت، به چه بلاغتی این نامه ها نوشته شده و خب البته جواب های شاه اسماعیل. و جالب این که اشاره فرمودید که زبان رسمی دربار عثمانی فارسی بوده و نوشته ها هم فارسی بوده، ضمن این که مراسلات از سوی دربار صفوی زبان رسمی دربار ایران زبان ترکی بوده و این یکی از شگفتی های گیتی است. و در همان عصر زبان رسمی دربار پادشاهان عالی هندوستان هم زبان فارسی بوده و این هم یک مطلب جالبی است. اشاره به نامه ها فرمودید، نامه هایی که از عثمانی می آمد محترمانه تر بود، ضمن این که بسیاری از اینها تهدیدآمیز بود، اما نامه هایی که از اون سو می آمد، یعنی از اون سوی از سبت که پادشاهی همون خاندان شیبانی در شهر خراسان، دا اسماعیل را اسماعیل داروغه خطاب می کردند و اندکی نامه ها حالت فرومایگی هم دارد. اینها بخش بسیار جذاب و جالبی از تاریخ روزگار شاه اسماعیل در همین نامه ها. بفرمایید. حالا آقای مشیر، چون بحث پیش آمد، من نمی دونستم این قزلباش ها که از سربازان فداکار شاه اسماعیل بودند، بیشترشون از شیعیان آمده از عثمانی بودن، اینجور که این آقا نوشته. بله بله بله، درست هست قربان. البته هر سرعت که نمیدانم که واقعا بیشتر اینها از عثمانی بودن، اما هر سرعت که پیش از این شاه اسماعیل و اینها مدت ها پیشتر اینها به وجود آمده بودن در روزگار همون سلطان حیدر و اینها، و بر روی هم 7 یا 8 قبیله بودن، عمدتا قبیله ترک زبان بودن مثل تکلو و زلغت و عرض کنم که آجار و شاملو، حالا همه اسمها شاید یاد من نباشه، رملو. و البته در اونجا هم شیعیان بودند که اینها به واسطه اختلافات عقیدتی با امپراتور که اهل تسنن بود، اینها گرایش داشتن به این سو، یعنی پادشاه شیعیان شاه اسماعیل که این عنوان او بوده. درست می‌فرمایید. در صورت آقای مشیری عزیز، یک دوستی برای من یک مصاحبه ای رو فرستاد. بله. از طریق یوتیوب که الان خودش رو اینجا در اختیار ندارم، مصاحبه یک آخوندی بود، یه آیت اللهی به نام محلاتی که اسم کوچکش نمیدونم چیه، چون محلاتی ها بسیارن. بله. حضورتون از کنم، ایشون داشت مصاحبه میکرد با تلویزیون جمهوری اسلامی و میگفت که عمامه رهبر نرم است اما پشت سرش امام زمان است و و این عمامه مثل پولاد سر میشکنه. بعد گفته است که دشمن رو مظلوم نکنید، یعنی معترضان به انتخابات رو، دشمن رو مظلوم نکنید، بکشید، قتل عام کنید. آقای مشیری این جملاتشه، بکشید، قتل عام کنید، بعد پشت سر شما امام زمان ایستاده است. و بعد تعریف میکند که
خیابانی رو وقتی دستگیر کردند همراه تعداد زیادی از مجاهدین یک جا بدون معطلی همه رو اعدام کردند، یعنی دست با دستور سید حسین موسوی تبریزی که اون زمان دادستان بود و شب این دادستان در تلویزیون از اعدام این عده سخن گفته، هیچ اتفاقی هم نیفتاد چون همه را کشتن. آقای محلاتی گفته است. آره، این خلاصه از سخنان آقای محلاتی. یکی از دوستان من که این رو فرستاده میگوید که با آقای مشیری مطرح کنید و ارزیابی ایشون رو از این سخنان یک آیت الله بشنوید. خدمت شما عرض میکنم که این آقای محلاتی بنده نمیشناسم، از شبه که آیت الله محلاتی معروف که در روزگاری که خمینی گرفتار شد ایشون هم در شیراز فعال بود، مرد بسیار بسیار خوبی بود و فرزند ایشان، اینها خانواده بسیار خوبی هستن در شیراز که اینها مأموریت‌های خمینی رو نپذیرفتن و در واقع مورد نفی رژیم هم واقع شدن. یکی از فرزندان اون آیت الله مدتی در سازمان ملل متحد نماینده بود که بلا فاصله هم بعد از دو سه ماهی اگه بخاطر داشته باشید بله از اینها گسیخت و امروز همین مرد محترم در حوزه هاروارد اونجا تحقیقاتی میکند. و فرزند کوچکتر این آیت الله یک نامه‌ای به من نوشتن در ارتباط با اعدام شهلا گوئل که بیگناه این زن باردار را خلخالی اعدام کرده بود و ایشان یه نامه‌ای به من نوشتن که فردای اون روز آمدند و خانواده میگریستند و پدر من آیت الله محلاتی یعنی میگریست همراه این خانواده و بعد یک نامه ای تحریر کردن که این اون نامه رو البته کپیشو برای بنده فرستاده بودن که نامه رو دارم، این که آیت الله محلاتی نامه نوشته است به خمینی که این جفا و این ستمکاری که ما داریم روا میداریم این ما رو در واقع عرض میکنم که در موقعیت ستمکاری نشانده و این نامه رو داده به ایشان و ایشان برده است پیش خمینی و وقتی که نامه رو داده به آقای خمینی و خمینی از مضمون نامه آگاه شده میگه آنچنان نگاه غضب‌آلودی به من کرد که گمان کردم من رو میگیرن اعدام میکنن که ایشون نوشتن که من خودم رو انداختم توی حیات آمدم. و بعد از چند روز خمینی یک نامه نوشته بود که متن اون نامه رو برای بنده ایشون مرحمت کردن فرستاده بودن که به آیت الله محلاتی که شما نگران نباشید، ناراحت نباشید، در انقلابات از این اتفاقات هست. اون آقای محلاتی رو ما فراموش نکنیم که جز اینها نمیتواند باشد. این حتما یکی از این جوجه آیت الله های تندرو بایستی باشد که به احتمال نسبتی با اون آیت الله و اون خانواده محترم نمیتواند داشته باشد. من بارها با عرض کنم که همون فرزند ارشد ایشان که نمایندگی داشت در سازمان ملل صحبت کرد، بسیار شخص فرزانه و محترم است. بگذاریم. بله، اجازه بدید که خدمت شما عرض کنم که اینها یعنی این ملایان و خود خمینی وقتی که مواجه شدند با مخالفت برآشفتند و ذات اصلی خود رو نشان دادند. یک نطقی از خمینی در دست هست که چرا شما از اسلام از عنوان یک دین صلح‌آمیز سخن میگویید؟ امیرالمومنین رو فراموش نکنید که در یک روز 750 گردن زد و از اینجور داستان ها که البته در این باب حق با خمینی بود. یعنی اینکه مدلی به دست میداد از قتل عام مخالفان توسط بزرگان دین که البته بزرگترین اینها تا اونجایی که به حکومت حضرت علی که اسوه و مقتدای اهل تشیع هست قتل عام عرض کنم که خوارج بوده است در محل نهروان قریب 3000 تا 4000 نفر در چند ساعت به قتل رساندن و قتل های دیگری که در اسلام شده است که یک امیر اسلامی تصمیم گرفته است که مخالفین رو به قتل برساند.
اما بگردیم سراغ این، یعنی میخوام عرض کنم که زمینه شرعی برای قتل عام مخالفین در دسته آخوندها هست، یا حداقل تفسیر و تعبیر اون در دسته اینها هست. این یک مطلب. و بگردیم سر این سخن که این با مجاهدین چه کردن، حالا میخواهند در باب یا علی با از کنم خبره چه کرد، حالا اینها میخواهند که همون کار رو با مردم ایران بکنن، بایستی توجه داشته باشن که از شبت که اون روزگار گذشته، روزگاری که خمینی توانست بچه های ایران رو در زندان بکشد، از کنم این رژیم اقتدار کامل داشت و بخش عظیمی از ملت ایران پشتیبان این رژیم بودن و عرض کنم که توانستن اون جنایات رو انجام بدهن، به جهت اینکه هنوز مردم در عرض میکنن که یک پریودی دوره‌ای در بینابین اون که در گذشته بود، یعنی رژیم گذشته و از سبت این رژیمی که بر کار آمده بود بودن، و در واقع اون پابلیک اوپینیون که خدمت شما عرض کردم بارها علیه این رژیم به وجود نیامده بود. جهان بسیار تغییر کرده و وضعیت ملایان بسیار تغییر کرده و مردم ایران هم بسیار تغییر کردن. و هر چقدر که در اون روزگار بله خمینی دستور داده است که بکشید دشمنان اسلام رو نابود کنید، در کتاب آقای منتظری هم به تفصیل از کنم این فرایند تحریر شده است که چگونه خمینی به قتل عام بچه های مجاهد و سایر کسانی که در زندان ها بودن دست امریه داد. اما اون روزگار روزگار خمینی بود و اونها مجاهدین بودن و عرصبت اون روزگار گذشته و عرصبت که تعداد کسانی که کشتن میگوین بین 4,000 تا 12,000 نفر بودن. امروز مطلب چیز دیگری است. امروز ملتی علیه این رژیم برخواسته و من گمان میکنم که اگر که خطا نکنم یک برداشت خام خدمتتون عرض میکنم دارم از این قضیه، فکر میکنم بیشتر از 70% مردم ایران مخالف این رژیم هستند و تعداد آدم هایی که در خیابان ها تظاهرات دست دادن و نشان میداد دلیری اونها و دلاوری اونها و از جنگ گذشتگی اونها، تعداد اینا حداقل از 5 میلیون نفر بیشتر بوده. بنابراین این یک قیاس محل فارغ، یک سخن در واقع سطحی و بیمعنی بوده و عمامه رهبر امروز توان کشتن 2 نفر رو هم ندارد به گمان من. یعنی اینکه این از سبب که سخنانی که به میان انداختن در این روزهای اخیر در باب از کنم اتهام محارب با خدا، دست آخوندها می لرزد، اینها در درون خودشان به لحاظ روحی فرو ریختن و بازوی جنایت اینها بسیار ضعیف شده و دندان خونفشان اینها کند شده. و عرض شد که این سخنانی که گفته می شود صرفا از روی خامی و نادانی است و نباید این قضایا رو جدی گرفت. من تردیدی ندارم که اون که در زیر عمامه این رهبر هست که مغز گندیده، خیلی عوض می خواهم عرض بکنم، مغز گندیده و جنایت اندیش آقای خامنه‌ای هست، او میخواهد که برای موندن شاید 30 میلیون ایرانی رو به قتل برساند، اما توان این کار از اینها سلب شده آقای موری و اینها قادر به انجام چنین کاری نیستن، علی‌رغم سخنانی که بعضی از این رادیکال های این رژیم مثل اون آقای خاتمی و همین آقا و اینها میگویند. این یک سخن بسیار بسیار باطلی است و هر سبب که شاید برای خوشایند حضرت رهبر هر سبب که چنین مطلبی گفته است، من تردیدی ندارم اگر زندگی این شخص رو بررسی بکنن نشان میدهن که از فرومایگان رژیم هست، که در میان مردم ایران هم قطعا شرط میبندم و تردید ندارم که این آقا در میان مردم ایران طرفدارانی حتما ندارد. این است که اوضاع برگشته.